سلام علیکم، سلام مجدد خدمت شما، خدمت بیننده عزیز، شما خوش آمدین. بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما باید عرض کنم جناب دکتر صاحب، نارسایی کلیه یا عدم کفایی کلیه دو نوع است، یکی حاد است و یکی هم مزمن. اکثرا مریضایی که به دیالیز مراجعه میکنند، البته حاد هم نیاز داره، مریضای مزمن است. ما چون به وضوع بسیار کلان است، تنها سر عدم کفایی کلیه، نارسایی کلیه مزمن صحبت میکنیم. نارسایی مزمن کلیه را ما به تعریف خود قسم گفته میتونیم که هرگاه تغییرات در خود استرکچر یا ساختمان کلیه و وظایف کلیه اضافه تر از 3 ماه دوام پیدا کنه، ایره نارسایی یا عدم کفایی مزمن کلیه میگه. که امراض مختلفی است که باعث امی بیماری میشه، البته که در دنیا شیوع بسیار زیادتر است. امیال فعلا سالانه تقریبا اضافه تر از 250 میلیون شخص در تنها در امریکا مصاب نارسایی مزمن کلیه است که یک رقم بسیار بلند است. در افغانستان متاسفانه که ما تحقیق مشخص نکردیم، تحقیق نکردیم که فیصدی چقدر است. خود نظر به مراجعه مریضا، چون مریضا تیت از شفاخانه مختلف وقایع بسیار زیاد است. که یکی از علت اساسی و مهم از ایره در مرحله اول شکر تشکیل میده، دیابت تایپ 2، یعنی اشخاصی که در مصاب بیماری شکر یا دیابت تایپ 2 هستند، تقریبا 40 تا 45% واقعیت نارسایی مزمن کلیه را دیابت تشکیل میده. مهم سرش دیابت است. اینا اینطور است که اشخاص دیابت به فیصدی بلند است، که اشخاص که هایپرتنشن دارند اونا فشار بلند دارند، اونا مصاب دیابت میشن. امراض مختلفه سیستمیک است که امراض بسیار مختلف است، اینا میتونن مصاب به اصطلاح نارسایی مزمن کلیه شوند. خود امراض گلومیرولار کلیه میتونه بیمار بالاخره به طرف نارسایی مزمن کلیه بکشونه. استفاده از ادویجات است، ادویجات که به اصطلاح تاثیرات سو سر کلیه داره، اینا هم بالاخره میتونه مریض به طرف نارسایی کلیه بکشونه. اومدیم سر سوال شما که چی وقت ما میتونیم کلیه بفهمیم، درک کنیم. نارسایی مزمن کلیه یک پروسه بسیار طولانی زمانگیر است، یعنی وقت بسیار زیاد را در بر میگیره. در ابتدا چرا یک چیز را باید خدمتتون اشاره کنم که کلیه ها عضو است که وظایف بسیار مهم و حیاتی را به عهده داره، که یک از وظایف مهم و حیاتیش تنظیم آب و الکترولیت و فشار خون است. و ای اگر آسیب ببینه، مروز آسیب یا صدمه قرار بگیره، این یک زمانگیری بسیار وقت را در بر میگیره. چرا خود نارسایی مزمن کلیه 5 مرحله داره یا استیج، که نظر به GFR یا گلومرولار فیلتریشن ریت محاسبه میشه. اگر ما شما به این بگویم که یک کلیه یک شخص سالم در 24 ساعت 180 لیتر آب تصفیه میکنه، که از 180 لیتر تمامش جذب میشه، 1% به شکل ادرار از بدن خارج میشه. این پاکاری و تصفیه در 180 لیتر مایع صورت میگیره. بنان ما از رقم GFR ما میتونیم این را تعیین کنیم که آیا کدام مرحله است، کدام استیج است. چرا 5 استیج داره که GFR نرمال ما در یک شخص نرمال از 90 الی 125 میلی لیتر فی دقیقه است. یعنی یک کلیه ها تقریبا از 90 تا 125 میلی لیتر مایع را فیلتر میکنه. اینمی GFR هر قدر کاهش پیدا کنه، ما به استیج میرسیم. اگر ما استیجینگش رو بگویم که استیج اولش تقریبا از 90 بالاتر است، استیج دوش از 60 الی 90 است.
بسیار خوب. یکی از مشکلات عمده نارسایی مزمن کلیه است که نارسایی مزمن کلیه در ابتدا در مراحل اول تا که در استیج 3 میرسه هیچ نوع اعراض علائم کلینیکی بارزی از خود نشان نمیده که در آن واحد یا در عرصه وقت بری به تداوی اقدام کنی. وقتی که جیفار تقریبا از 60 پوینتر شد، یعنی استیج 2 را کراس کرد به استیج 3 رفت، مریض در ابتدا یک خستگی، ناراحتی احساس میکنه، بالاخره بی‌علاقگی در کار، در فامیل، همیشه خسته میباشه و به تدریج اساسا مریض به طرف از این میره که یک دلبدی و استفراغ کمیشتایی اکایه میکنه، تا بالاخره یک پیش مریض اراز علایم بارز کلینیکیش که از قبیل فشار بلند است، پوندودگی یا زایماس پیش مریض پیدا میشه، مریض که میره معاینات خود انجام میده تثبیت میشه که مریض به یک نارسایی مزمن کلیه درگیر است یا مبتلا است. پرف دیالو شدن، وقتی که ما امی استیجینگ مرحله را که پیشتر خدمتتون تقدیم کردم، در این استیجا ما چی میکنیم؟ مریض از ریسک فاکتور یا از خطرات جلوگیری میکنیم که مرض بسیار زود به صورت پیشرفت نکنه یا همی صورت از ما کند بسازیم. این هر عامل خطرسازی که باعث از بین بردن فنکشن یا وظایف کلیه میشه ما این را تداوی میکنیم. که یک چند نکته عمده شه که براتون بگویم، مثلا ما فشار مریض تداوی میکنیم، شکر مریض تداوی میکنیم، کمخونی مریض تداوی میکنیم و انتاناتی که مریض داشته باشه رو تداوی میکنیم. وقتی مریض به دیالیز کندید میشه که جیفار ما از 15 میلیلیتر فی دقیقه کاهش پیدا کنه، یعنی که از 10 میلیلیتر 100% کاهش پیدا کنه. وقتی که جیفار از 10 میلیلیتر فی دقیقه کاهش یافت، به این معلوم که همین فنکشن یا وظایف کلیه سازگار به حیات نیست. باید ما اقدام عاجل به رینال ریپلیسمنت تراپی یا تداوی معایزهی کلیه را که به اصطلاح است ایره انجام بدیم، که در این حالت ما میتونیم مریض کاندیدی دیالیز یا ترانسپلانت کلیه بسازیم. بسیار خوب. دیالیز به معنای پاک کردن یا صفا کردن است به اصطلاح لغویش، و هیمودیالیز که خوشبختانه ما در افغانستان داریم ایره تشویه کردن خون. یک چیز نکته را براتون باید خدمت دوستا و خدمت بیننده یادآور شوم که ما فعلا دو نوع دیالیز در دنیا مروج است. یکی پریتونیال دیالیز که به نام دیالیز صفاقیات میشه که ما در افغانستان تا ول از این شوید تداوی نداریم، و دیگه هیمودیالیز یا دیالیز خونی است. همین دیالیز خونی یا هیمودیالیز این معنای لغویش هم است که هیمو به معنای خون و دیالیز تصفیه سازی خون از مواد زاید و ازاد که یوریا و کراتین نسته. سوال بسیار خوب است. همیشه مشکل اساسی در دیالیز است که ما بیشتر خدمتتون عرض کردیم که ما دیالیز یکی پیوند گرده داریم، یکی هیمودیالیز است. سل کنن دیالیز شوی تداوی نیست، شوی تداوی عمر است، خصوصا در وقایع مزمن کلیه. مریضی که نیاز به این پیدا میکنه که کلیهش اضافه تر از 80% وظایف خود از دست داده و فنکشنش یا وظایفش سازگار به حیات نیسته، این مریض ها که دیالیز میشه اقلا هفته 12 ساعت باید این مریض دیالیز شد، یعنی 3 مرتبه هر مرتبه 4 ساعت باید این مریض زیر ماشین دیالیز تخت دیالیز بخوابه و به 4 ساعت امپولوسی دیالیزی که به اصطلاح پاکاری که خود کلیه یا گرده یک شخص انجام میکنه انجام میده، تقریبا ما 75% توسط امی پروسیجر دیالیز ما یاده میکنیم و ایره انجام میدیم. بنابراین مریضانی که مصاب اند استیج رینال دیزیز یا مرحله نهایی نارسایی کلیوی باشه، مریض در اقلا در هفته 12 ساعت به دیالیز ضرورت داره. شخص مقاطع مشخص که 3 بار هر بارشان 3 الی 4 ساعت مریض ما تحت تخت دیالیز قرار میگیره. ما
مشکل اساسی عواقب از خوب بسیار عواقب نگوار داره. وقتی که یک گرگان یک کلیه خوستن فیل میشه، ما در اپیدان براتون گفتم که گرده ها یا کلیه ها وظایف بسیار مهم و اساسی و حیاتی رو بوده داره. وقتی کلیه ها یک شخص فیل باشه و دیالیزم به موقع انجام نته، بنان تشوشات بسیار بارز در وجود پیدا میشه. یکی از تشوشات تجمع به اصطلاح آب و الکترولیت یا دیفیسیت الکترولیت، تشوشات اسید بیس و چیزی که بسیار مهم است تجمع خود مواد زائد در بدن که از قبیل یوریا و کراتینین است که به اصطلاح توفاله یا بقای پروتینا است که از بدن باید طرح شود و در حالت نرمال و در حالت نرمال کلیه هاست که امیر از بدن خارج میکنه. در صورتی که کلیه ها درگیر باشه و ایر خارج کردن نتونه و دیالیزم نشد، طبعا وقتی که صفحه یوریا در بدن بلند رفت، سوی یوریا پیش مریض یک یوریمیک انسفالوپاتی پیش مریض یکی از اختلالاتش تحسس میکنه که یوریمیک انسفالوپاتی به این معنی که خود دماغ معروف میشه، مریض به مرحله کانفوژن یا کوماستیت میره، مریض از محیط خارج میشه، مریض حالت شعوری خود از دست میده و تشوشات بسیار دیگهش که تشوشات قلبی است که ریتم قلبی تغییر میخوره، مریض یوریمیک پریکاردیت تحسس میکنه. یک چیز واضح است، باید دستور عمال همیشه موجود باشه و کلیه های خود دوست داشته باشه و مراقبت کنه. بسیار وقتی که مریض ما با دیالیز مزمن کاندید میشه که مریض استیج 5 است و نیاز به دیالیز و تداوی رنال ریپلیسمنت تراپی داره، به خاطر از اینکه خود قلب ببینید وقتی که خون پمپ میکنه 20% آوتپوت قلب به کلیه ها میره. این یک رقم بسیار بلند است چون کلیه ها یک وظیفه بسیار مهم و اساسی را به عهده داره تا بتونه این خون تصفیه کنه. درست است؟ بنابراین وقتی که ما مریض دیالیز میکنیم، برای دیالیز هم یا ما یک منبع خون رسایی بسیار قوی ضرورت داریم که در اینجا ما چند میتود چند شیوه است که بسیار مروج است در افغانستان و در تمام دنیا. در ابتدا به صورت عاجل ما کاتیترای دیالیز داریم که در ورید سبکلاویا و ورید کاروتید یا ورید فیمورال ایرا تابعه میکنیم، غرش میکنیم و از اینجا مریض با موقت ما چی میکنیم؟ دیالیز میکنیم. و یک میتود دیگه است که ایوی فیستولاست که یک شنت ترتیب میشه بین در خود دست مریض یا در ساید یا در ازاد یا در ایسای مفصل مرفق که به نام فیستولا نشند بین انستوموز بین ورید شیران، ورید سفالیک یا شیران رادیال یک انستوموز صورت میگیره که بالاخره به تدریج آماده میشه تا ما بتانیم اما خونی که مورد ضرورت خود بگیریم. ببینین گفتم قلب در یک دقیقه 1000 تا 1200 میلی لیتر خون به کلیه ها میرسونه. امی قسم که به کلیه ها میرسونه، امی شیوه دیالیز هم یک دیالیز که 75% وظیفه کلیه رو به عهده داره، یعنی باید امیر انجام بده. بنان این به خون وشار وافر ضرورت داره تا می فیلتریشن به اصطلاح عملیه دیفیوژن و اولترا فیلتریشن انجام بده. ما در دیالیز خود بین 200 تا 500 میلی لیتر خون فی دقیقه از مریض میگیریم. اینال در صورتی که ما می خونی 200 تا 500 میلی لیتر میگیریم، وریدای خرد برای ما گنجایش از این نداره که میخونه برای ما بده. بنان ما برای مریض یا فیستولا میسازیم یا ایست که یک کاتیتر موقت یا کاتیتر دائمی که دمی سه نقطه که براتون قبلا تذکر شدم در اونجا تطبیق میشه و یا یک گرافت یا یک شنت است که متاسفانه در افغانستان ما نداریم، استفاده هم نمیکنیم، نتیجه بسیار خوبم نداده. نتیجه خوبش کاتیترای دائمی و کاتیترای موقت و همین ایوی فیستولاست که ما امیر برای مریض انجام میتونیم و بعد از اون پروسه دیالیز شروع میکنیم. خداوند انسان که خلق کرده با دو کلیه خلق کرده و یک کلیه هم میتونه که وظایف هر دو کلیه را انجام بده.
امی صحبتی که ما شما سر نارسایی مزمن کلیه کردیم، هدف ما هر دو کلیه است. هیچ وقت ما یک کلیه که موف باشه و دیگه کلیه سالم باشه، ما نارسایی کلیه گفته نمیتونیم. یک کلیه که اثر هر آفتی که یا مجروح شده باشه، جرح برداشته باشه، یا تروما دیده باشه، کفیده باشه، یا ایست که یک اصطلاح داریم به نام سیست یا پولیسیستیک کدنی، او تخریب بش کرده باشه، یا مادرزادی خو گپش دیداسته و کسی که به اصطلاح آنتونیو انفکشن گلیزی را به اصطلاح فعالیتش از پیشش گرفته باشه و باز مونده باشه از فعالیت، ما یک کلیه را میکشیم، هیچ تاثیری سر کلیه دیگه نداره، صرف بار دوش کلیه دیگه یکم زیاد میشه، کلیه یکم که نظر به سایز خود از سایز اصلی خود بزرگتر میشه، یکم زحمتکش میشه که وظیفه هر دو کلیه را انجام بده. مراقبت جدی طبعا کار دارم، مراقبت دیدی تو اشخاص که یک کلیه دارن، یک کلیش یا مادرزادی که نیست، مراقبت از او کمتر است. چرا؟ وجود در مقابل ازی تعامل کرده و عادت کرده، هیچ کدوم مشکل خاص ضرورت نداره. اما کلیری که ما نظر به آفت یا پاتولوژی میکشیم، طبعا یک ذره مراقبت جدی ضرورت داره، بلکه هم ضرورت داره، منتها جدیتر این ضرورت داره، چون یک پدیده جدید در وجود ازی به وقوع پیوست. یک کلیش کشیده شد، بار دوش کلیه دفتن زیاد شد، بنابراین مراقبت جدیدی از نظر رژیم غذایی، از نظر دوایی، از نظر به اصطلاح سطح کاری خود که کدام کارای شاخی هست، طبعا یکمی که محدودیت در زندگیش ایجاد میشه. اینطور است، بسیار سوال هست، سوال بسیار هم مغلق، هم سوال بسیار جالب. هر مریضی که کلیه های خود از دست داده باشه و دیپند با دیالیز باشه یا نیاز به دیالیز داشته باشه، حق مسلمش است که برای مریض باید پیوند شود. خصوصا نظر به مو که کانتر اندیکشن یا مزاد استدباب مطلق پیوند نداشته باشه. مزاد مطلقش یکی که سن است. سنش از 65 پایین باشه حق داره. در صورتی که دیگه پاتولوژی وخیمی نداشته باشه که مانع پیوند شود. این هر کس حق داره که باید پیوند کنه. در غیر از او فرق بین مریضایی که پیوند میشه مریضایی که دیالیز میشه بسیار زیاد هستند. مریضایی که دیالیز میشه اینی مریضایی هستند که یا نیازمند هستند، نیاز به کمک از فامیل خود، از دست خود، از قریب خود، از نزدیک، از دکتر داره. همیشه دست ازی به کمک دراز است، باید بر ازی کمک کنیم. و او شخصی که پیوند میشه او 75% شخص سالم به جامعه تقدیم میشه، نه تنها که خودش به کمک ضرورت نداره، خودش سبب کمک به فامیل خود، به جامعه خود، به وطن خود میشه. بنابراین هر مریضی که به اصطلاح مانع مطلق برای پیوند نداشته باشند، پیوند گزینه بهتر و گزینه خوبتر برای تداوی همچون مریض است. بسیار خوب، مرویجی که در افغانستان است، هر فرد مرا که ببینید در 2 نفر 5 نفر در جبش انالیزیک بروفین دیکلوفیناک یا هست. اینی دوای وافری که به اصطلاح بیماجب استفاده میکنن، یک درد عادی هم داشت دوا بگیره، یکی از دوای اساسی که نمی دوا باعث بالاخره باعث عدم کفای کلیه یا نارسایی کلیه میشه. دیگه دواهایی که در هر چیز که افراد کنه، دوایی که افراد کنه، یعنی دوای بعضی انالیزیک هاست، بعضی انتیبیوتیک هاست، اینا کلیر از بین میبره، به شرط از که دامدار. این مریضایی که به اصطلاح مصاب معتاد هستند به مواد مخدر، اینا هم بالاخره کلیه ها ارگانشون، نه تنها کلیه، البته ملتی ارگان فیلر میتن، خب من جمله کلیه را هم درگیر میسازن. و یکی بعضی عدم مراعات کردن رژیم غذایی. سل کنین اگر ما رژیم غذایی درست خواهی مراعات نکنیم، چربی زیاد بخوریم، مواد قندی زیاد استفاده کنیم، بالاخره مصاب درگیر شکر میشیم. شکر بالاخره زمینی مساعد برای نارسایی کلیه مساعد میکنه. اگر ما پرخوری کنیم، چربی زیاد بخوریم، نمک زیاد استفاده کنیم، اینمی باعث بلند رفتن فشار میشه. خود فشار بالاخره به تدریج کلیه را از بین میبره، وظایفش مختل میسازه. این عامل بسیار زیاد متعدد زیاد داره. دیگه همیشه ما باید در زندگی خود باید تعادل باید مراعات کنیم. این رفلات هر چیز دیلو گیری کنیم.
این یک چیز بسیار واضح و مهم است. خوب سوال اشاره کردین. من چندین شواهد چندین از دوستا و از جوانای خود داشتم که قهرمانا بودند اما سپورت میکردند، بادی بیلدر بودند. اینا هم پروتین را که استفاده کرده بودند سبب نارسایی هاد و کلیه شده و بالاخره مزمن کلیه شده بود. واقعا اینی پروتین هایی که استفاده میکنند درست است. پروتین یک چیزی بسیار مفید است برای بدن، یک به اصطلاح یک عنصر بسیار حیاتی است برای حجرات ما، اما طرز استعمالش و طرز مصرفش ما باید بفهمیم، مد نظر بگیریم. وید اشخاص و جوانای ما که ورزش میکنند، سپورت میکنند، توصیه ما برای زی برادرها و برای زی دوستایی است کوشش کنند که از پروتین اقناق استفاده نکنند. چرا؟ پروتین اصلی در افغانستان بسیار کم است و اگر از او را پیدا کرده میتونند بسیار خوب. در غیر از او اگر پروتین هم استفاده میکنند باید بفهمند که چقدر کیلوکالری انرژی مصرف کرده و چقدر کیلوکالری انرژی باید اخذ کنه از این پروتین و مایعات به قدر ضرورت باید استفاده کنند. عدم مراد کردن به اصطلاح اخذ مایعات و سنجش نادرستی که چقدر انرژی مصرف کرده و چقدر اخذ کنه باعث نارسایی کلیه میشه. و یک توصیه دیگه است که بهترین پروتین برای زینا سفیدی تخم مرغ است. اضافه تر یک سفیدی تخم مرغ، 3-4 دانه سفیدی تخم مرغ با سپورت نوشجان کنه از بهترین پروتین که مؤثر هم است، خوبم است و انرژی بسیار کافی برای زینا برادر ما میده. والا خود تمام از این مواد مخدر است، خود باشوی بسیدی تخریب خود استخریم خود کم تر است. هر ماده که باید سازی شود که ترکش برات مشکل باشه و مخدر است. یک کلی سالم دوستان عزیز برادرها کوشش کنین که اول در خوراک در شیوه زندگیتون افراط از بین ببرین. همیشه مایعات به قدر ضرورت بنوشید. از این انرژی بابی که در افغانستان آمده و این جوسایی که اینجا پیدا شده آمده اکثرش رنگ است که این رنگ از این باعث بند شدن فیلترهای خود کلیه میشه، کلیه را فیلترش مسدود میسازه. اگر دیگه چیز نشه باعث سنگ کلیه خواهد من میشه. دیگه توصیه ما برای شما ایست که کلیهایتان رو دوز داشته باشین، مایعات به قدر ضرورت بگیرین. از افراد خوردن گوشت، خوردن زیاد البته گوشت به قدر ضرورت باید بگیرین، نمک خام و ادویه به اصطلاح آنالیزیکایی که به اصطلاح باعث توکسیک است در کلیه و مواد مخدر از این جلوگیری کو. انشاءالله کلیه خوب و سالم می داشته باشی. برای تمام هموطنان خود آرزو دارم که رژیم غذایی خودم رعایت کنه و یک کلیه سالم و خوشبخت داشته باشه. کلیه و یک عضو بسیار مهم و حیاتی است. Have a nice kidney. زنده باشون. شما رو خوبم زنده باشون.